بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل على محمد و آل محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وارحم محمد و آل محمد حتی لا یبقى من رحمتک شیء و بارك على محمد و آل محمد حتی لا یبقى من البرکات شیء و سلم على محمد و آل محمد حتی لا یبقى من السلام شیء. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. انشاءالله هر جایی که در حال تماشای برنامه خودتان هستید خوب و خوش و خرم باشید و قلبتان مشتعل به شعله ایمان و منور به نور محبت اهل بیت علیهم السلام باشد. با احترام و با افتخار در محضر سرور عزیزمان هستیم، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رسولی. به وقت سه‌شنبه ها به وقت بیداری به صورت پخش زنده از طرف خودم و به نیابت از شما عزیزان سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز و شادکام باشین. من خدمت شما آرزوی موفقیت میکنم و خدمت بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز و شادکام باشید و ما رمضان خیرتان انشاءالله در هر جایی که می باشین فراموش نمی کنین. در خدمتتان هستیم جناب. سلامت باشین، انشاءالله خوب هستین. الحمدلله خیلی خوش آمدین. انشاءالله سلامت باشید. باز هم عذیت ما شروع شد. خواهش میکنم در خدمتتان هستیم. با یک بخشه از سوالات عزیزان بیننده ما در خدمتتان هستیم. اوقاتتان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى قیام رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما از بیننده های عزیزی که به حال سوالاتشون رو ارائه میکنن تشکری میکنیم و شاید بعضی وقتا میشه که خب وقت برنامه زیخ و استاد نمیشه بلی. به همه سوالات ما برسیم، ولی خب یک بار دیگه خدمت عزیزان پول ارتباطی را اعلام میکنیم، نمبر مثبت 964-780-255-43. شما عزیزان میتونید سوالاتتان، نظرات و پیشنهاداتتان را ارائه کنید و چنانچه امکانات نیستش خب میتونید قلم و کاغذ، منظور نیست، شما هر لحظه ای که سوال به ذهن مبارکتان میرسه میتونید سوالتان را به صورت وایس بر ما روان کنید و چنانچه در به حال از هر کجایی که از هر سرزمینی که به حال شاهد برنامه هستین، اگر مراسمی در تکیه مسجدی، مراسمی از همشهریای خودمون هست، میتونین فیلم پوری کنین و برای ما روان کنین، انشاءالله به صلاح دید اتاق فرمان پخش خواهد شد. استاد محترم، از امارت متحده عربی به نمبر مثبت 971-56-4-3799 بزرگوار سوال کردن که در اتاقی که ما شاید اونجا به خاطر کار کردن رفتن، به حال خانه شاید به صورتی است که از جای جای اندیوال هستن، اندیوالی است، میگن کسی است که تارک الصلات است و میگه که ما اونا را او شخص دعوت به امر معروف و نهی از منکر میکنیم، ولی خب ظاهرا گوش نمیده، قبول نمیکنه. آیا همکاسه شدن با این شخص که به حال در یک مکان هستن جایزه یا نه، یا مشکل داره؟ یعنی بسیار سوال خوبی است. حضرت آیت الله العظما سیستانی در این زمینه میفرمایند که شرایط امر معروف و نهی از منکر اگر فراهم باشه، خود انسان باید امر معروف کنه و نهی از منکر، و این برادر ما امر معروف نهی از منکر میکنه اما تاثیر نمیکنه. به هر حال فرمودن که هم کاسه شدن با اینا اشکالی نداره. ای که ما میگیم اشکالی نداره، یعنی از نظر فقهی کدام کار حرام یا کدام کار مکروه یا کدام کار زشتی را این شخص مرتکب نشده. ولی همونطور که شما میدونید جناب حسینی صاحب و بینندگان ما میدانن، کارهایی که ما در انجام میدیم دو اثر داره، یک اثر فقهی داره، یک اثر وضعی داره. این یک خاصیتی داره خود ازو. اثر فقهیش هم ایست که کار مثلا حرام نیست. ما این مثال برای شما میزنیم، مثلا یک شخصی میبینه که یک گلاس پر از مایه است و تصورش ایست که این مایه مثلا آب است، این مایه رو مینوشه. خب این شخص چون که علم نداشته که مثلا شراب است یا چیزی دیگر است، هیچ مشکل شرعی نداره برای ازی، ولی اثر وضعی خودش چیه؟ داره، مست میشه.
بالاخانهش به تعبیر برخی اجاره داده میشه، بله ممکن یک سری سخنها و گپ های بسیار بیهوده و یک گپ وضعی از دهنش خارج چوکیر بهش میگن اثر وضعی. حالا میگن که همکاسه شدن با شخصی که تارک و سلات است و نماز نمیخونه از نظر فقهی هیچ مشکل خاصی نداره، ولی قطعا او اثر وضعی خودش میگذاره، قطعا او اثر وضعی خودش میگذاره. ممکنه یکی از اثرات وضعیش ای باشه که شخصی که ما در اثر مراوده و رفت و آمد با یک شخص کاهل نماز یا تارک و صلات داشته باشم، خواهم در روحیه من چی کنه؟ تأثیر کنه. یا حتی اگر در روحیه من تأثیر نکنه، ممکن یک اثرات وضعی دیگه داشته باشه، مثلا حال دعا از من بگیره، حال مناجات از من بگیره و الی ماشاءالله اثرات دیگه ای داره. پس اگر شرایطی هست که میتونن همکاسگیشان رو جدا کنن که چی بهتر، اگر هم که شرایطی نیست و در دیار غربت است و به هر حال اندیوال هستن، از نظر فقهی اشکالی نداره. نداره، مشکل خاصی نیست. بله استاد، میتونیم برای عزیزمون اگه راهنمایی کنیم؟ خب برای نمیشه و شرایط جدا شدن کاسه نیست، ولی میشه راههای پیشنهاد کنیم برای بزرگوار که اثرات وضعی که قرار مانده شود اونو کمتر شود یا چیزی که جبران کنه بره؟ مثلا خب ما هم شهریا معمولا که غذا میخوریم، معمولا ده یک کاسه غذا میخوریم، خب فرهنگ ما همین رقم بوده و ما با همین فرهنگ چی شدیم؟ کلان شدیم. خب میتونه یک از کارهایی باشه که کاسه خود جدا کنه، مثلا اگه دو نفر سه نفر با هم دیگر ده یک کاسه مثلا غذا میخوره، میتونه کاسه خودش جدا کنه، میتونه فاصله فیزیکی خود از او یک کم به اصطلاح بیشتر کنه، مثلا اگر قبلا پلو ده پلو به اصطلاح مخ و مخ با هم دیگر میشتن، فیس تو فیس میشتن، میتونه فاصله خود از او کمتر کنه که اثرات وضعی او شخصی که تارک الصلاه و کاهل نماز کمتر شوه. یا حتی بعضی از اوقات میتونه مثلا کتابای مفید برای ازی تهیه کنه، مثلا کتابای درباره ازی که مثلا نماز خواندن چه فضیلتی داره، سخنرانی های خوبی اگر یک وقتی خودش گوش داد دید تاثیرناک است برای ازی، مثلا حالی که فعلا شیر میکنن دیگه از طریق گوشی یا از طریق این نرم افزارا، میتونه این کار رو انجام بده، بلکه برادر ما از تارک الصلاه و کاهل نمازی خارج شوه ان شاء الله. ان شاء الله. چقدر خوبه که ممارست کنن و روش های امر به معروف و نهی از منکر تغییر بدن. بله بله. اگر بتونن تأثیر بانند از سر هوش هست، خب چقدر قطعا جناب حسین دیسایی با اخم و تخم و قار شدن و دعوا کردن و جنجال ایگبا نمیشه، بلکه شاید نتیجه چی بگیرن؟ عکس بگیرن. بهترین روش از راه لین. خب یک نمونش در قرآن است، وقتی که خدای تبارک و تعالی به حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون میگه که برین پیش فرعون، فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار بلند مرتبه شما هستم، میگه قولو، به اینا میگه که شما بگوین ما قولا لین، یعنی یک گفتار نرم و یک گفتاری که درش حکمت خوابیده باشه، قطعا تاثیر خودشه میگذارم انشاءالله. بسیار عالی. عزیز دلمان، جناب آقای کریمی از کشور عزیزم افغانستان به نمبر مثبت 9370-2908 سوال کردن که من شنیدم که کسی که در روز جمعه به خانه خود نماز میخونه، میتونه وقتی نماز بخونه که خطبه های نماز جمعه به پایان رسیده باشه و تمام شده باشه، آیایی گپ حقیقت داره یا نه؟ خدمت ای بیننده عزیز عرض کنم که به کرات از ما هم سوال شده این قضایه و اتفاق افتاده، مثلا ما در یک جای دعوتی بودیم، حالا خارج شهر یا داخل شهر، به فاصله زیادی از نماز جمعه یا با فاصله کمتر از نماز جمعه، یک عده گفتن که ما نمیتونیم نماز بخونیم، زمانی میشه نماز خواند که مثلا می خطبه نماز جمعه تمام شده باشه و خطبه که تمام شده، خب امام و بقیه مشغول خواندن چی میشن؟ نماز میشن. نه، در این زمینه حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماید که اگر کسی روز جمعه در نماز جمعه اشتراک نمیکنه، حالا یا عذر داره یا عذر نداره، خانش دور از خانش نزدیک است، هر رقمی هست، خب بهتر است که شرکت کنه به هر حال، ولی اگر شرکت نمیکنه در نماز جمعه، میتونه مو اولی که الله اکبر اذان روز جمعه گفته شد، ای میتونه نماز خودش چیه بخونه، ولی مستحب است که ما در سوره جمعه هم داریم که اذا نودی للصلاه یوم الجمعه فسعوا، یعنی بشتابید، فسعوا الى ذکر الله، بشتاب انسان برو به سوی نماز جمعه و نماز جمعه را در کنار مؤمنین و مؤمنات درک کنه و خدای تبارک و تعالی برکات خودش بر او جمع نازل میکنه. حالا که برکات بر جمع نازل شد، خلاصه بر ما گناهکار می برکت نازل میشه. بله
صده همینطور شنیده میشه یه گپ که خب برای او کسی که باز در اطراف او جایی است که نماز جمعه برگزار میشه این مصداق او به او نمیشه که حداقل او شخص باید کمی نماز ظهر دیرتر بخونه. نه، وقتی حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که میتونه نماز خودش رو بخونه دیگه فرقی نمیکنه این شخص در نماز جمعه نزدیک باشه یا از نماز جمعه چی باشه دور باشه. شما در جا رسیدین که نماز جمعه در عصر امام معصوم علیه السلام واجب است، یعنی باید انسان در نماز جمعه چی کنه؟ شرکت کنه. ولی در زمان ما واجب تخییریه. واجب تخییری یعنی چی؟ یعنی در روز جمعه ما مخیر هستیم نماز ظهر رو بخونیم به عنوان واجب، و اگرم نماز به اصطلاح جمعه را خواندیم این دیگه واجب میشه به گردن ما، یعنی نماز ظهر از گردن ما ساقط میشه. با دو رکعت نماز جمعه و دو خطبه ای که ما گوش میتیم هم نماز جمعه خوانده میشه و هم دیگه لازم نیست که نماز ظهر انسان چی کنه؟ بخونه. صد شاید سال به ذهن ازانم خطور کنه که در یک شهر چند نماز جمعه میشه که برپا شود؟ این هم سوال خوبی است جناب حسینی. ما نمیتونیم یک فرمول بگیم که در یک شهر چقدر نماز جمعه باشه یا چقدر نماز جمعه نباشه، ولی یک فرمول دیگه است و او فرمول است که میگه بین دو تا نماز جمعه فاصله کمتر از یک فرسخ نباشه. خب همینطور که شما در جریان هستین و بینندگان هم در جریان هستن، فرسخ یا مو فرسنگ فارسی بوده که تبدیل به معرب شده، چی فرسخ؟ 5.5 کیلومتر، یعنی فاصله بین دو تا نماز جمعه کمتر از 5.5 کیلومتر نباشه. بله. خب اگر این فرمول باشه، اگر شهر کلان مثل شهر کابل یا شهر مثل تهران یا شهرهای بزرگ کشورهای اسلامی ممکنه 10 نماز جمعه در اینا چی شوه؟ خوانده شوه. 5 نماز جمعه در اینا، یعنی وقتی که میگیم این نماز جمعه اینجا که خوانده میشه با فاصله 5.5 کیلومتر دیگه نماز جمعه دیگه نباشه. چی به طرف راست، چی به طرف چپ، چی به طرف بالا، چی به طرف پایین، به 4 طرف از این نماز جمعه دیگه نباید باشه. که اگر دو تا نماز جمعه در زیر 5.5 کیلومتر، یعنی 5 کیلومتر، یعنی 4.5 کیلومتر، یعنی 3 کیلومتر دو تا نماز جمعه دایر شود، اگر کدامش که اول اقامه شده، البته با شرایط، این که ما میگیم با شرایط باید باشه، حالا شرایط چه فعلا ما واردش نمیشیم، 5 نفر باشه و کلیگش مرد باشه و مسافر نباشه و نمیدونم به اجازه حاکم شهر باشه دیگه پا، یعنی به اصطلاح نماز جمعه شرایط داره. اگر نماز جمعه اولی با تمام شرایطش اقامه شد ولو به یک تکبیرة الاحرام، از اون نماز جمعه دیگه چی باشه؟ جلوتر باشه که فاصله هر دو کمتر از 5.5 کیلومتر یا کمتر از یک فرسخ باشه. نماز جمعه اول صحیحه، نماز جمعه دوم چیست؟ باطل. عجب. اگر هر دو با هم از نظر تایم زمانی هر دو نماز جمعه با هم دیگر به اصطلاح برپا شوند، هر دویش چیه؟ باطله. پس بنابراین ملاک پس کلان بودن یا خرد بودن شهر نیست. ملاک کلان بودن و خرد بودن منطقه نیست. ملاکی است که بین دو تا نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشه. یک فرسخ باید چی شوه؟ رعایت شوه. بیشتر از یک فرسخ اشکال نداره، مثلا سر 6 کیلومتر یا 5.5 کیلومتر، 5 کیلومتر و 600 متر اگر باشه هیچ مشکل خاصی نداره، ولی زیر از این نماز جمعه ای که دیرتر برگزار شده یا یک زمانی که هر دو با هم همین رقمی که گفتیم برگزار شده باشه، خب هر دو چی میشه؟ باطل میشه. بسیار عالی. انشاءالله که خداوند توفیق شرکت در نماز جمعه را به همه ما بینندگان. حج فقراست نماز جمعه. بله. حق حج فقراست. بسیار عالی. بیننده عزیزمان از کشور افغانستان به نمبر مثبت 93-74-63-32 دو سوال کردن بزرگوار. یکی سوال اولشان است که خانواده خمس نمیته و اینا یقین دارن که خانواده شاید از نزدیکان اقارب است یا نیست، خمس نمیته، آیا میتونن به مهمانی به خانه او شخص برن یا نه؟ در این زمینه باز حضرت آیت الله العظمى سیستانی خدا و دوجهشان از بلا حفظ کنه میفرمایند که خب باز امون قضیه امر به معروف و نهی از منکر با بهترین وجه که شما اشاره کردین از به اصطلاح راحت ترین جای میتونه شروع شه و کم کم پیشرفت کنیم. خب این گپا نباید فراموش بشه، این گپا نباید فراموش بشه، ولی سر از این گپا، یعنی شما تمام مسیر امر معروف نهی از منکر رفتی و اما گوش کسی بدهکار نبود، گفت ما خمس نمیتیم. بازم حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که رفت آمد با اینا اشکالی نداره.
اشکال نداره. یعنی میشه با اینا رفت آمد کرد، اگرچه امون نکته ای که ما در تارک الصلات گفتیم اون نکته وضعی که امو آثار وضعی که ممکنه در اونجا داشته باشه، امو آثار وضعی در اینجا هم حتی هست، ولی از نظر فقهی اشکالی نداره. میتونه بعضی استاد طرز فکر داره که خب به هر حال یا شک دارن که ایشان اهل خمس هستن یا نه، بعد با خودشان این چیز میکنن که میگه خب ما میریم ولی به اندازه او مصرفی که اونجا داریم، چیزی که استفاده میکنه، حالا شامی هستش یا غذایی است یا هدیه میبریم یا حالا پیسمان دنگ، شاید خوب نباشه اندازه مقابل به مثل بکنن و او چیزی که از اونجا کم میشه را کم بود جبران کنن جای باری شده. این را فقه های عظیم و شان همچین توصیه نکردن. حتی اگر این توصیه را ما بکنیم جناب و سیدی، ببینید پرداخت خمس عبادت، عبادت باید کی انجام بده؟ شخصی که به اصطلاح خمس به گردنش هست. بله. شما هر کاری هم که بکنی چون عبادت به گردن از اوست. بله. و خوراکی که فعلا برای شما میاره او خوراک برای شما میاره. شما از جیب خودت بگذاری، پول بگذاری، نگذاری، مثل یه که نماز نخوانده وقتی اون نماز نخوانه، شما هر کار دیگه بکنی نمیشه، این خدمت رو جبران نماز نخواندن از اون نمیکنه. شخصی ده حج نمیره، شما خودت بکشی بالا بری پایین بری هر کاری بکنی جبران حج رفتن از اون نیست. و امی اینجا ما میره قمصون او اثر موظف است، بله او موظف است که به اصطلاح خمس مال خودش بده و مال پاک و پاکیزه رو سر سفره بیاره. حالی که خمس مال خودش نداده و مال خمس نداده رو آورده پیش سفره مانده، شما هر رقم بکنی یه مو اثر وضعی رو داره. ولی خب در اینجا اجازه دادن که شما میتونین با اینا چی کنین؟ رفت آمد کنین. حالی اگر کسی خیلی با اثر وضعی به اصطلاح خدمت شما کنه میخواد ترتیب اثر بده، دیگه اون مسئله جدایه، وگرنه از نظر فقهی مشکل خاصی در این زمینه نیست. نه بسیار. حالا خب قسمت دوم سوال بزرگوار یک کمی خطرناکتر میشه. سوال کردن که در یک خانواده، بزرگ خانواده متاسفانه خمس مال نمیته و آیا بچه های خانواده میتونن بدون هیچ قید و شرطی از اموال خانه به ویژه از خوراکی و غذا استفاده کنن؟ و از نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله را پرسان کردن که در این مورد چیست؟ بازم نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی همیست، شخصی که خمس به گردنش واجب است او خمس نمیده، بنابراین باز هم امر معروف و جنات نهی از منکر رزیگه پا هست، ولی اگر باز ترتیب اثر داده نمیشه از طرف پدر یا او کسی که فعلا ریاست و قیادت خانه را به عهده داره، بازم به زن و بچه و گپا چیزی واجب نیست، میتونن از او چی کنن؟ استفاده کنن. هیچ مشکل خاصی از نظر فقهی مشکل خاصی نداره که فردا خدای تبارک و تعالی یخنگیر از اینا باشه که چرا شما از این غذا خوردی، چرا شما از این لقمه استفاده کردی. بله بسیار عالی. و عزیز دلمون باز هم از کشور عزیزمون افغانستان به نمبر مثبت 93776720 به واتساپ برنامه استاد به تماس شدن و چند سوال داشتن. بزرگوار حتی سوال کردن خود بعضی فکر میکنن که کار سختی است، اگر هر کسی به هر حال یک زد و خوردی داره دیگه، یا در جامعه که هست، در محیط کاری که هست، در خانواده، اگر یک کمی ما تمرکز کنیم، بسیار سوالایی هستش که واقعا ما عاجزیم یا نمیفهمیم و نیاز هستش که ما رو پرسان کنیم. عزیز درمان سوال کردن که کسی در وقت مرگ دو زن داره، حتی خب در زندگی دو زن داشته دیگه، این منظورش ایست که همون زمانی که مرده دو زن از مانده دو زن داره، و سوالشون در مورد اندازه میراثی که به دو خانم تعلق میگیره چقدر است؟ خدمتتان عرض کنم که میفرماین، یعنی فقها این رو میفرماین که اگر شخصی از دنیا برود و فرزند از او باقی نمانه، هیچ فرزندی از او باقی نمانه، حالا ممکنه پدر باقی بمانه، مادر باقی بمانه، و گپ سر فرزند است. اگر فرزند از او باقی نمانه، یک چهارم داراییش به خانمش میرسه. بله. ممکنه یک خانم داشته باشه، ممکنه دو خانم داشته باشه، ممکنه سه خانم داشته باشه، ممکنه چند خانم داشته باشه، چهار خانم. پس یک چهارم داراییش بین خانم‌ها چی میشه؟ تقسیم میشه. اگر یک خانم داشت که کلی یک چهارم دارایی میره به خانم، اگر دو خانم بود به هر کدام یک هشتم میرسه دیگه، درسته؟ بله بله. آنچه که دارایی از این شخص باقی میمانه بین خانم‌هاش چی میشه؟ بسویه تقسیم میشه. تقسیم.
حالا اگر شخصی از دنیا رفت، حالا نمیفهم این مثال در کجاش هسته، اگر شخصی از دنیا رفت و خدمتتون عرض کنم که اولاد داشت، فرق نمیکنه اولاد از کدام از خانم ها باشه، ممکنه یک خانم باشه و از این خانم هم چی داشته باشه؟ اولاد داشته باشه. و معنی که شخصی که از دنیا میره و اولاد داره دیگه یک چهارم به خانم نمیرسه، یک هشتم میرسه، یعنی مال دارایی از زیر کلی یک خانم میره. بله با یک خانم. ولی نه امی که انسان فرزند داشته باشه ولو یک دانه یا دو دانه یا سه دانه یا چهار هر چی داشته باشه، بعد در زمان مرگ دارایی که به خانم میرسه، سهمی که به خانم میرسه یک هشتمه. حالا در این مثال ما اگر شخص از دنیا رفته و فرزندم داشته و یک دانه خانم مانده، خب یک هشتم به یک خانم میرسه. بله. اگر دو خانم باشم باز هم یک هشتم، اگر سه خانم باشم یک هشتم، اگر چهار خانم باشم چی؟ یک هشتم به این خانم ها میرسه و دیگه این خانم ها به سویه بین خودشان تقسیم باید بکنن. اینطوری نباشه که یکی بگه ما خانم بزرگ هستم، یکی بگه ما خانم کوچیک هستم، مثلا من سعودی بودم. من به هر حال دیگه نیست، هر چی که از آقا باقی میمونه به سویه بین خانم ها باید چی شوه؟ تقسیم شوه. اینم باز اشاره کنم، مثلا یک شخصی از دنیا میره و یک بچه ازش میمونه و یک دونه خانم که این بچه بچه از این خانم هم نیست، بازم فرق نمیکنه، اینمی یک بچه جلوه یک چهارم سهم خانم میگیره، پس به همین خانم چی میرسه؟ یک هشتم میرسه. با آن که این بچه از این خانم هم نیست، از یک خانم دیگه بوده، حالا اون خانم یا طلاق داده یا مرده یا هر کاری کرد. خلاصه وجود فرزند چی دختر باشه چی پسر باشه باعث میشه که سهم الارث خانم چی شوه؟ نصف شوه. که اگر نباشه یک چهارم ده خانم میرسه، اگر بچه باشه یک هشتم میرسه، هر تعدادی که باشه. بله استاد، پایز شما به اتفاق بینندگان محترم میریم به اتاق فرمان و میان برنامه را داشته باشیم و انشالله باز هم خدمت استادمون هستیم و سوالات بعدی همراه ما باشیم. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنهای شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. با امید روزی نوشته می کنم که پیچکهای عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوش باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست‌های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می‌شوم. هزار آینه می‌روید به هر جا می‌نهی پا را، همین قدر است و می‌دانم هوایی کرده ما را. میان چشم‌هایت دیدم قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی
خاموش می شود وقتی که پرچمهای رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت روز در اهتزاز باشد. در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان می کنیم. دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردارها جان می گیرند و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولک های طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد می زنند. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. الا که راز خدایی، خدا کند که بیایی. تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی. قسم به عصمت زهرا، بیا ز غیبت کبرا. دیگر بس است جدایی، خدا کند که بیایی. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان و سروران گرامی. با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان دیدگان شما عزیزان هستیم. استاد محترم، در سوالی که مطرح شد بحث ارث و میراث بود و سوال دوم بزرگوار هم که نمبرش ما اعلام کردیم مثبت 93-77-67-20، سوال قسمت دومشان است که کسی به مدت زیادی نماز نخوانده و به هر حال در اواخر عمرشان به بیماری دچار شده که این بیماری منجر به مرگ ایشان شده، ولی خب در همون ایام ایشان توبه کردن و بنابر وصیتشان که یک ثلث مالشان و صوم و صلاتشان داده شوه، میبینن ورثه که به هر حال این مبلغی که مانده ضرب و تقسیم که میکنن به تعداد سالهایی که به هر حال ایشان معتقد نبودن و انجام نمیدادن اعمال به خصوص نماز و روزه را، کفاف نمیده. حالا اینجا سوال پیش اومده برای ایشان که ای توبه که شده یا قبول میشه یا نه، چه کاری، چه رای کدام رای چیزی هستش که ورثه بتونن کمک کنن. سلام مجدد محضر شما جناب آقای حسینی و محضر بینندگان عزیز. البته خدای تبارک و تعالی توابه، تواب یعنی بسیار بسیار تواب رجوع بزید. کننده، یعنی خدا وقتی به ما رجوع میکنه در از توبه ما را میپذیره. خداوند تواب است، بسیار توبه پذیره و خودش وعده داده هم در قرآن و هم در روایاتی که از وجود ناظرین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومین علیهم السلام و صحابه کرام آمده. خب ما در این زمینه بسیار زیاد داریم و توبه جناب حسین یک امری بین انسان و بین خدای تبارک و تعالی. دیگه ما اونج حضور نداریم که بگیم توبه از شخص قبول میشه یا توبه از شخص قبول نمیشه. وقتی خداوند خودش گفته توبه کنین، وقتی که میگه من توبه کننده را دوست دارم، وقتی که میگه التائب من الذنب کمن لازم بله، توبه کننده از گناه مثل کسی که اصلا گناه نداره، خب قطعا این ای میدانه و خدای تبارک و تعالی. و با توجه که حق الله هم هست، یعنی حق الناس نیست، این نمازی بوده، صومی بوده، صلاتی بوده که رابطه خود ازی با خدای تبارک و تعالی است و در اواخر عمر خب توبه کرده، خب یعنی عادت خدای تبارک و تعالی یا به تعبیر عربی دعیدن خدای تبارک و تعالی همیست که قطعا توبه را چی کرده؟ پذیرفته. حالا ما اونجا حضور نداشتیم، به ما مثلا ربطی
نداره. خود خداوند تواب است قطعا. امیدوار باشه که بله 100% باید امیدوار باشه انسان به رحمت الهی، رحمانیت الهی، رعفت خدای تبارک و تعالی. در این جاها دیگه قضیه رحمت و رحمانیت و رعوفیت دیگه باست، نه قهاریت و منتقم و از این حرف ها. باید این جنبه ها رو انسان توجه داشته باشه انشاءالله که توبه از این شخص قبوله. و اما میاییم سر از این که وصیت کرده که از سلس مال ما نماز مرا بتین، روزه مرا بتین. و این کار بسیار خوبیست جناب حسینی بزرگوار که انسان در اواخر عمر وصیت کنه. چون اگر انسان وصیت نکنه فقط امو کفن است و دفن است و دیگه هیچ چیز. اون امور فقط از مال انسان میتونن برای انسان هزینه کنن، بقیش هزینه کردنش یعنی واجب نیست کسی هزینه کنه. اگر یک وقتی کسی، تمام کسایی که باقی مانده بود همه بالغ بودن و عاقل یعنی صغیر نبودن، ولی اینا میتونن مصرف کنن، از اون کسی گپی نداره، ولی چیزی بگردن کسی واجب نیست. صغیر باشه که هیچی دیگه، باید صغیر است و به اصطلاح خودش هنوز تشخیص نمیده خوب و بده، او باشه سر جای خودش. پس بنابراین خیلی بهتر است که انسان وصیت کنه که یک سوم مال مرا در راه خدا خرج کنید، مثلا مسجد ساخته شوه و سیدی ساخته شوه، مدرسه، شفاخانه، چیزهای دیگه، یا می نماز روزی از این داده شوه. بسیار کار خوبی است. حالا که این سالایی که نماز نخوانده خیلی زیاد بوده، سالایی که روزه نگرفته خیلی زیاد بوده، ولی یک سوم کفاف نمی‌کنه. از طرفی به گردن پسر بزرگتر هم چیزی واجب نیست. این شما توجه داشته باشید. کسی که وصیت میکنه که برای ما یعنی قدر نماز بخونین، دیگه از گردن پسر بزرگتر چی میشه؟ رفع میشه. علاوه بر از این، او چیزی که به گردن پسر بزرگتر واجب است جناب حسینی و بینندگان ما توجه داشته باشه، او نماز و روزه هایی که در بیماری از پدر فوت شده. نه ای که پدر ناتوان بوده، نه ای که پدر هیچ نماز قبول نداشته، هیچ روزه را قبول نداشته، 40 سال 50 سال نه نماز خونده نه روزه گرفته، او به گردن پسر بزرگتر واجب نیست. پس روزه و نمازهایی از پدر به گردن پسر بزرگتر واجبه که در بیماری پدر چی شده باشه؟ فوت شده باشه. پس چیزی به گردن پسر بزرگتر هم نیست به خاطر که وصیت کرده، از یک جهت. از جهت دیگه هم که این نماز و روزه ها در بیماری نبوده، نماز روزه هایی بوده که در ملنگی با اون زمانی که به اسلام هیچ چیز قبول نداشته نخوانده. پس به گردن پسر بزرگترم چیزی نیست. حالا همین یک سهومی دارایی از که به تعبیر عربی میگن سولس، یعنی میره بچه ها به خدمت تا نرس کنم که بتن، ولو 10 سال شد، ولو 20 سال شد، ولو 30 سال شد، هر چی شد. البته اینی رو که ما میگیم از نظر فقهی است، ولی از نظر اخلاقی اخلاق این حکم نمی کنه که بچه ها بشینن و دیگه بگن خب پدر تو که مردی خداحافظت، پدر مرد و پوران به امید گنج، برن سراغ خانه و زندگی پدر. نه، اخلاق همین جمع حکم می کنه، بگه پدر است، برای شما زحمت کشیده، شما را کلان کرده، بزرگ کرده، خب شما که فعلا الحمدلله دارا هستین، اگر 30 سالشه و 1/3 به اصطلاح ساپورت کرده و دادین، بخش خودتون بده. چیزی واجب نیست، میگم بازم از نظر فقهی چیزی واجب نیست، ولی اخلاق حکم را میکنه که پدری که در جایی رفته که به تعبیر دستش از آسمان و پایش از چی؟ از زمین کوتاست، این پدر در یابه انسان. ولی از نظر فقهی چیزی به گردن کسی نیست، ولی از نظر اخلاقی خب باید این کار را انجام بده. اخلاق حکم در صف نانوایی بودیم، استاشون برای گرفتن نان دو نفر گپ میزدن، دو تا خب سن سال چونم زیادتر بود، یکی هم همینطور بحثایش بود، من گوش میکردم، بحث همی که نماز استراغ سم میکنه نماز من خب میخوانانه بچه هم بخیر میخونه. بعد وندوالش گفت که تو یه وقت سبکایی آمدی دنانوایی همین نشانه یه است که او خود نامده و خواسته تو آمده اینجا، والد در گپ تو گوش نمیده که تا نانوایی رو بیاره نان بگیره، چطور تو که از دنیا که رفتی بیا نمازای شما را. چقدر خوبه که به هر حال همون قدر هم که وظیفه دارن هم نباشه، خب انسان خودش انجام بده. بله. اما این مطلب این که فرمودین در مورد پذیرش توبه، قطعا خداوند تواب و رحیم است، گفت که بازای هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر بود پرستی بازای، این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازای، انشالله که باز هم توفیق توبه کردن هم به حال خدا من با توفیقش هم به ما عنایت. بله، همینجوری من اضافه کنم جناب حسینی صاحب،
کسی که کافر است، مثلا بت پرست است یا در دیگه ادیان است، وقتی که مسلمان میشه خداوند تمام او چیزهای قبلیش میبخشه، یک نوع توبه دیگه، یعنی خودش یک نوع بازگشته، یعنی از یک نحله و از یک دین یا از بیدینی برگشته به سوی دین مبین چی؟ اسلام. و خدای تبارک و تعالی آنچه که در او دین انجام داده میبخشه. پس بنابراین اگر شخصی هم مسلمان بوده و در دوران مسلمانی خودش برخی از کارا رو نکرده و آخر عمر توبه کرده، قطعا خدای تبارک و تعالی توبه پذیره. البته توبهش مثل توبه فرعون نباید باشه. فرعون زمانی توبه کرد که دید که این مثلا یک دقیقه دیگه یا 5 ثانیه دیگه غرق میشه، که خدای تبارک و تعالی در قرآن میگه، میگه الان توبه کردی و قد عصیت و حالان که عصیان کردی به اصطلاح فرمانی کردی، او توبه کار خلاص شده. نه نه، او توبه فایده، یا میگن توبه پیشی از بی موشی چیه قبل از اینکه پاس پیشک گفت که من دیگه مثلا موش نمیخورم. به خاطر چی موش نمیخوره؟ چون نیست. هر زمانی که باز وجود پیدا کنه این توبه فایده، توبه باز شکسته میشه دیگه. خیلی استاد محترم عزیز دلمون، سوال قسمت سومشان است. بله. روان کردن که شخصی به مسافرت میره و به خاطر رفتن به مسافرت خب روزه خود افطار کرده و شکستانده، قضایش هم نگرفته. سوالشون است که حال میخواه قضا کنه، آیا کفاره هم باید بتونه؟ این کفاره تأخیر داره یا نه؟ و ای که مثلا این مال شاید 2-3 سال پیش باشه، این کفاره هم مترتب میشه بر او چند سال با تأخیر یا نه؟ بسیار خوب است. شخصی که روزه خود نگرفته قطعا روزه خود باید بگیره، و اگر مثلا امسال روزه نگرفت، سال دیگه آمد و ماه مبارک رمضان دیگه آمد و تا او ماه مبارک رمضان روزه را که نگرفته باشه، بله، به ازای هر روز یک مد یا 750 گرم باید فدیه و کفاره تأخیر بده. برای هر فقط اون مثال اوله دیگه، ولو 10 سال از این تیر شوه، 10 سال تیر شوه دیگه کفاره و یک نیست. کفاره چی میکنه؟ کفایت میکنه. پس هر سالی که جدید میشه و تیر میشه برای روزی نگرفته از این، کفاره نداره، فقط کفاره یک سال باید بده، هر روز 750 گرم. بسیار. سوال دیگه ای که پرسان شده، احتمالاً فرستنده عزیز ما شاید از جوانای عزیز باشه و از ورزشکارا هم شاید باشه، باز ما تشکر میکنیم از شما که به حال ما را امین خودتان میدانید و سوالاتتان پرسان میکنید. اصلا سوال شده که در بعضی از مکانهای ورزشی خصوصا مثل کلاب‌ها یک رقم موسیقی پخش میشه بدون کلام، است به نام ریمکس میگن، و به حال کمک میکنه با کسی که ورزش میکنه او را هیجان زده میکنه، شاید خستگی را کمتر احساس میکنه و او اثری که میخواد داشته باشه و او تمرینش زیادتر انجام میده با فعالیت بیشتر. سوال کردن ایشون که آیا گوش دادن به این نوع موسیقی ها در حین ورزش کردن، که البته این موسیقی گفتن مناسب مجالس لهو لعب هم شاید نباشه، ولی خب او اثرات میمانه و این اثر درک کرده، آیا مشکل داره؟ اون چی که مهم است که موسیقی حرامه، که طبق نظر حضرت آیت الله لزبا سیستانی که مخصوص مجالس لهو باشه، که باز برخی از فقها میگن لهو و لعب، ولی حضرت آیت الله لزبا سیستانی میگه مجلس لهو. مجلس لهو کدام مجلس؟ همین مجالس خوشگذرانی که هیچ به اصطلاح چیز عقلایی در اون مترتب نیست، هیچ هدف عقلایی در اون مترتب نیست، صرف به خاطر خوشگذرانی است. خود از این بنده و تشخیصش هم حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمید که ای که انسان تشخیص بده کدام مال مجلس لهو و لعب است و کدام مال مجلس لهو و لعب نیست، این هم باز به عهده خود مکلفه و به عهده عرفه، عهده عرف جامعه است. یعنی عرف جامعه اگر تشخیص داد که ای موسیقی مخصوص مجالس لهو است، قطعا گوش دادنش جایز نیست، چی با صدا باشه چی بی صدا باشه، یعنی چی خواندن در کنارش باشه چی خواندن در کنارش نباشه. و اگر موسیقی نواخته شد و توأم حتی با یک صدایی بود که مخصوص مجالس لهو نبود، به تعبیر غنا درش نبود، این گوش دادنش اشکالی نداره. پس ما موسیقی حلال داریم، موسیقی چی حرام. و اتفاقا حضرت آیت الله العظما سیستانی از جمله موسیقی های حلال را همین مارش های نظامی
دیدین مارش نظامی وقت پخش میشه امو حالت هیجان و حماسه و غرور به عسکرا و سربازا دست میتن و رژه میرن و ممکنه ساعت ها اینا رژه بره و مخسته نشه. یعنی تأثیر داره، صرف تأثیر داشتن و تأثیر نداشتن ملاک نیست. ملاکیه که موسیقی مال مجلس لهو نباشه، خواندنش مشکل نداشته باشه، غنا درش نباشه، یا امی گپایی که عشق و عاشقی و از این گپا هست دیگه، اینا درش نباشه. اگر اینا درش نباشه هیچ مشکل خاصی نداره، ولو تأثیرم داشته باشه اصلا تأثیرش مهم نیست. چون تقریبا برای انسان های ورزشگاه تقریبا این موسیقی ها هم برای امی ورزش جور میشه. کسایی که به هر حال موسیقی دان هایی که خب قطعا وقتی میگن برای ورزش جور میشه، یعنی برای مجلس لهو نیست دیگه، برای مجلس خوشگذرانی و شب نشینی و عیاشی و کیافی نیست. وقتی نباشه مجلس لهو لعب نیست و قطعا شنیدنش اشکالی نداره. ولو در بدن انسان گفتیم تأثیرم چیه داشته باشه. مارش نظامی دیگه چیزی که خیلی روشن و مشخص است که خود حضرت آیت الله العظمی سیستانی هم فرمودند که مارش های نظامی از جمله موسیقی های حلال است، اشکالی نداره. خب ما پس تبریک میگیم به او دست از ورزشکارانی که به هر حال به فکر احکامشون هم هستن. بله، شاید بعضی فکر میکنه کسی که خب میره دنبال ورزش و کلاب و خب این موسیقی ها رو اگر در مکان پخش میشه دیگه هیچ فکری از دیانت و احکام نداره. قطعا ما روایات در باب ورزش داریم که میگه مؤمن قوی در نزد خدای تبارک تعالی محبوب تر است از مؤمن ضعیف. پس انسان باید همیشه قوت و آمادگی داشته باشه. و جناب حسینی سبق و رمایه جز جمله ورزش هایی است که به اصطلاح اسب دوانی و تیراندازی از جمله ورزش هایی است که اسلام او را تجویز کرده و حتی برد و باختم در او اشکال چیه نداره. فقط به خاطر از ایست که روحیه به اصطلاح مسلمانان و روحیه جنگی و آماده باش مسلمانان برای همیشه به اصطلاح مهیا باشه. بسیار استاد، ما البته سوالات دیگه هم هست و اتاق فرمان اشاره کردن که تایم مازیق هست. یک سوال دیگر رو با اجازه شما پخش میکنیم که البته به صورت وایس هست. عزیز دلمان از تاجیکستان به نمبر مثبت 992 90 11 12 ایشون سوال به صورت وایس روان کردن. ما زمینه که تقریبا دو دقیقه بیشتر زمان نداریم تا پایان برنامه، انشالله که به سوالشان پاسخ داده شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آری اگر مثال یک گور کور مثال یک نفر هست که یک کور پیدا میکنه و مثال با نفر داره که قدش کار میکند، مثال مثلا بگه که کار 5000 دلار است و به نفراش 5000 دلار نمیگد و 2000 دلار میگد، همون پول حلال است که چی است؟ نفرایی که کار میکنن و یا فقط 2000ش میگه از 3000ش و یا خبر ندارم. تقریبا مشخص بودی استاد محترم، کاری را انجام داده، پیسه که دریافت کرده 5000 دلار بوده، ته کار خوبی بوده که 5000 دلار دریافت کرده، ولی خب شاید شریک چیزی اگر داشته گفته که 2000 دلار مصرف شده یا که دریافت شده. این ما به تفاوتی که این دو فرض داره جناب حسینی صاحب. یک فرض است که من میرم کار پیدا میکنم، او مهندس میبینم، او انجینیر میبینم، کار از اینا میگیرم خودم، خود من شخص کار می، بعد از اینکه من کار گرفتم میرم از سر گذر یا از یک جای دیگه کارگر پیدا میکنم و این کار را به کارگرها میسپارم. مثلا به شما میگم اینی کار را من به شما میدم تیکه. چی میگن؟ تیکه میگن دیگه، درست؟ یا به تعبیر بعضی جا میگن اجاره میتنم. چی میگن؟ کنترات میته. میگه اینی کار را من تیکه یا کنترات به شما میدم به 2000 دلار. خودش 5000 دلار گرفته. خودش پس صاحب کار شده. بعد از اینکه کار از اون طرف تحویل گرفته خودش اینو مال اختیار داره است. میخواید 5000 بده، میخواید 4000 بده، 2000 دیگه. ده بقیه ربطی نداره. ربطی نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه فعلا خودش صاحب کار است و میتونه کار به هر رقمی که دوست داره به هر شخصی بده. پس میتونه به یک چند نفر بیاره بگه من این کار 2000 دلار شما مثلا یک هفته کار کردم. خدا میزنه یا نه کار انجام میده؟ بله کار انجام میتونه. یعنی ما 2000 دلار میده هر کسی می کار انجام میده. ممکنه یک گروه انجام نده، یک گروه دیگه بیای انجام بده. و این قطعا حلال است، هیچ مشکل خاصی در این زمینه نداره. البته در همین جا باید اخلاق فراموش نکنه دیگه. اخلاق فراموش نباید بکنه. درسته که صاحب کار است، رفته کار از صاحب کار اول گرفته، ولی خب این کاری آنچنانی انجام نداده. کلیگی کارها و زحمتها را کی کشیده؟ کارگرها باید کشیده. بنابراین باید اوازی کارگرها رو داشته باشه. اینقدر نباید به اصطلاح سخت بگیره که به اونا اجحاف شوه، ظلم شوه.
ولی به هر حال اختیاردارش است. هیچ مشکلی شرعی در این زمینه نداره. فرض دوم است که چند نفر با همدیگر شراکت کار میکنن. میگن هر چی کار که پیدا کردیم با همدیگر شریکی کار انجام میدیم و مثلا هر کس سهم خودش میگیره. اگر این رقم باشه و یک نفر از اینا که کلان است به اصطلاح میره صحبت میکنه کار ده 5000 دلار اما از بقیه پوت میکنه. از بقیه قایم میکنه میگه به بقیه میگه والا 2000 دلار است. این خب قطعا چی حرام است. گول زده، بازی داده، دروغ گفته در این قضیه، این پول حلال نیست. بنابراین باید کلگی شریکا را خبر کنه که او شریکا این کار 5000 دلار است و ما با هم دیگه کار انجام میدیم و پیسهش میگیریم ان شاء الله، خرج اهل عیال میکنیم. بسیار عالی. تشکر میکنم استاد محترم. به پایان آمد این دفتر حکایت و سوالات، ان شاء الله همچنان باقی است و ما منتظر سوالات شما عزیزان هستیم. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.